آفرینده زمین. بود پنشیر ما وادی غیوران، بود احصار پیکارش یتیمان. نشد گر باورت یک بار بنگر، به وادی شتل مهد دلیران. گهواره پرورش مردان شتل است، در معرکه سر لشکر شیران شتل است. یک قطره گر بنوشی از دریایش، لا تشبه که انتهور آب شتل است. با تقدیم این دو بیت شعر با شما بیننده های عزیز در این برنامه سیل و تماشای داریم به ولسوالی شتل ولایت پنجشیر. سلام دوستای عزیز، علاقمندان برنامه زمین و اویده کسایی که همین اکنون تلویزیون سبا و برنامه زمین تماشا میکنین. آیا میفهمیدین گروه زمین در کجا است؟ گروهی که همیشه طبیعت زیبای افغانستان را به شما به تصویر میکشه، کجا رفتن، به کدام ولایت سفر دارن؟ بله دوستای عزیز، پنشیر. ما هم باز به پنشیر آمدیم تا یک طبیعت زیبایی را از پنشیر به شما به تصویر بکشیم، در رابطه با او گپ بزنیم، معلومات بدیم به شما دوستای عزیز. ها پس گروه زمین به پنشیر آمدند، ولایت پنشیر، ولسوالی شتل. دوستای عزیز، آهسته آهسته میریم ببینیم که دهی برنامه گروه زمین به شما چی را به معرفی میگیره، کدام طبیعت را به معرفی میگیره. آیا او طبیعت آبشار است؟ آیا او طبیعت جنگل است؟ و یا هم کدام مغاره؟ تا به حال دوستای عزیز ایره نه شما میفهمین و نه من. پس آهسته آهسته دوستای عزیز حرکت میکنیم. موتر هم آماده است، موتری که همیشه گروه زمین با قله ها، با بلندی ها، با دشت ها و دامنه ها میبره. دوستای عزیز حرکت میکنیم. نام شتل از کلمه شت و ول تشکیل شده که در زبان پراچی به معنی برویم و تماشا نماییم می باشد. شتل یک منطقه دره کوهستانی است. هر طرف که بنگری کوههای سر به فلک کشیده و پر از برف را خواهید دید. در این کوها سنگهای تیز و خشن برنگهای متفاوت بسیار وجود دارد و به سختی می توان در آن حرکت کرد. در بعضی مناطق هم با گیاهان کوهی و خشک پوشیده شده است. در دره های آن سبززارها، علفزار و درختان مختلف النوع هم وجود دارد. مرکز شتل شهرک دهکلان است. منطقه های دره شتل شامل دهکلان، بستان، سغوار و روی دره و غیره می باشد. آب و هوای این دره در تابستان معتدل و از طرف شب سرد و در زمستان همیشه پر از برف است. خوب هندوزاران برنامه زمین و بخصوص تماشاگران که همین اکنون تلویزیون سبا و برنامه زمین تماشا میکنین، همکار معلی ما با ما میگه که این منطقه را چی مینامن و یکقدر راهی که آمدیم چقدر راه دیگه باید بریم به هدف یا به اون مغاره که امروز در برنامه ما با شما معرفی خواهد کردیم. من محمد احسان نام دارم. بسیار خوب. رسولی تخلص میکنم، فعلا در لیسه نسوان معلم هستم. بله. و با شما امروز که همکار شدم این طرف اگر ما و شما مسیح ماز می رویم. بله. این قول به نام قول نمازگاه یاد می شود. نمازگاه بسیار خوب. در این مسیر که پیلا می رویم این بالاتر یک آثار جای نماز و جای پای دیگه پا هم دیده می شود. قسم کمکار معلی ما برتان گفت ما 30 دقیقه آمدیم و 40 دقیقه دیگر هم باید طی بکنیم تا به محلی که هدف ماست او جره برتان معرفی بکنیم. در حال رفتار هستیم و گروه زمین همیشه در تپ تلاش عزیز که برنامه های جالب و زیبایی به شما بسازیم و این کوه ها و قله هایی که شما میبینین شاو روز ماده این قله هاست و آیست های سمیریم به محل هدف میرسیم. اینی سنگ اینی را در پیش مردم های ما، ایتور مردم های هم معرفی است که اینجا
جای نماز شیر خداست. جای نماز شیر اینجا جای پایایش است. این طرف قبله است، نماز خونده. بله. و این در پیش مردم است دیگه. این یارا که میبینی آثار قدمایش میگذانه. بله بله. این یارا آها دوست عزیز واقعیت ببینین که این یارا نقشه جای نمازش میدونن. بله بله. مردم های قدیم دیگه ولی بله بله. تو ظاهران گفته های مردم قدیم است. ها دوستان عزیز قسمی که شما تماشا میکنین واقعا بسیار سنگ بزرگ است که من تا بال قدر سنگ بزرگ ندیده بودم و به گفته همکار معلی ما به گفته مردم های قدیم که اینجا بزرگ مرد های سابق بودن و چاپای پایشان است و جای نمازشان بوده اینجا نماز میخواندن دیگه ما هم 40 دقیقه را پیاده پیشروی داریم دیگه باید بالا شیم حرکت میکنیم تا مردم های بله با ما قصه کرده که قبل از ما هم سیلا سرازیر شده ولی به ایسان کدام صدمه نرسیده از دو طرف شی طرفی طرف سیل سرازیر شده ایسان سر جای ثابت است. دوستای عزیز قسمی که شما تماشا میکنین ما آهسته آهسته با محل هدفی که امروز در برنامه زمین به شما معرفی میکنیم آیا او آبشار است؟ آیا جنگل است؟ آیا مغاره است؟ شما خود تماشا خود کردین همکار محلی ما با ما میگه که این منطقه های قریه به نام چی یاد میشه؟ آیا مردم ایجا زندگی میکرد؟ نمیکرد؟ در قدیم ها ایجا چطور بود؟ حال چطور است؟ این قریه ها به نام قریه جلوگی یاد می شود و امی قول از این نمازگاه یاد می شود با ارتباط اموسم که پیشتر ما شما مشاهده کردیم این تمام نمازگاه یاد می شود نمازگاه ها بسیار خود مردم هایی که از ما تقریبا 200 سال که بدگه با تواتر قصه کرده رفتیم خود آمد یعنی بیشتر هست بیشتر هست خود جلوگ دوست های عزیز قسمی که امکار معلی ما برتان گفت قدامت از این منطقه بسیار بیشتر است و این منطقه را به نام نمازگاه یاد میکنن شما تماشا میکنین که ما حرکت به محل عدد خود داریم ولی از ما این منطقه ما کور میخوادی یا از کبلی با باید که چوب میاریم از این کور بله مال خود را میبریم ایجا با چراب بله این منطقه ما دیگر امکان میره که هفته یک مرتبه بیاییم هفته یک مرتبه امکان میره که جلدی سه یک بیاییم واو دوست عزیز ببینه واقعیت اینا ایجا مختشن دوز سه دفعه به نظر من یک دفعه آمدنش هم ایجا مشکل است و قسمی که همکار معلی ما برتان گفتن اینا روز سه دفعه ایجا میان بخاطر که ایجا مخته شدن عادت کردن دیگه چون طبیعت طبیعت از دوستای عزیز ما همیشه در جستجو عزیزیم که جاهایی که زیباست جاهایی که سرسبز است کشور عزیز خدا به شما به معرفی بگیریم چون راه را هم پیشوی داریم آهسته آهسته حرکت میکنیم ما هم چند لحظه با همکار معلی خودی جشیشتیم تا ماندگی بگیریم دوستای عزیز بسیار زیاد خسته شدیم مدیر صاحب خو همیشه میای و میره ایجا ما خسته شدیم مدیر صاحب شما خستگی احساس نمیکنین؟ نه ما خستگی احساس نمیکنیم از ما مثل که شما در جاده ها چکر بزنید از ما کوبر ما نمیخسته دوستای عزیز ببینین که همکار معلی ما میگه مثل که شما در پارک ها چکر بزنین در شهر بازار چکر بزنین و ما هم با این قله ها با این کوههای بزرگ با این کوههایی که سراسر از سنگ های بزرگ و جاهای بسیار زیبا و طبیعت کشور ماست به این عادی شده خب چند لحظه ماندگی خود گرفتیم دوستای عزیز به خاطر که راه را پیشوی داریم آهسته آهسته بسم الله گفت حرکت میکنیم دوستو عزیز این را فهمیدین که ما در ولایت پنجشیر ولسوالی شتل هستیم اما این را نمی فهمین که ما در کدام کوه هستیم در کدام سلسله کوه هستیم سلسله کوه های هندوکش زیبا دوستو عزیز واقعا زیباست یک چیز دیگه اگر اینجا با صدای بلند دوستو عزیز صدا بکنین انعکاس میکنه با کوه های دیگه خب دوستو عزیز ما همیشه طبیعت زیبای افغانستان را به شما با تصویر میکشیم وای سا وای سا با محل هدف میریم
هندوکش زیبایی که جهانیان حسرتش میخوره. دوستای عزیز حالا بخیر نزدیک شدیم به هدف اصلی خود که پیشروی داریم. تقریبا 7 دقیقه راه ما مونده که با توکل به خداوند به هدف خود برسیم. دوستای عزیز میگه کوه هر چقدر بلند باشه سر خود را داره و این راه را ما طی میکنیم شبها روزها ساعتها و دست به دست هم داده از این راه هم میریم تا به محل هدف برسیم. خب دوستای عزیز قسمی که شما تماشا میکنین از اینجا بالا شدن هم بسیار مشکل است. ما هم بسیار زله شدیم چون همکار معلی ما از دست ما را میگیره. آهسته آهسته از اینجا میریم. دوستای عزیز بسیار زیباست. آه دوستای عزیز ببینید طبیعت است. واو دوستای عزیز چی یک گل زیبا. آه چقدر زیباست دوستای عزیز. ببینید در بین سنگ اصلا کاری نیست که یک از جور کرده باشه چون کارهای خداوند است و طبیعت است زیبا. همکار محلی ما مدیر صاحب به ما میگه که این گل چی است، این بوته چی است و در رابطه با یکم به ما معلومات بدیم. این گل نامش هم من میدانم که چی باشه. زمستان و تابستان به یعنی قصد است. بله در حالی که از انرژی آفتاب هم مثل یکی محروم است. بله از باران هم محروم است. بله. خداوند جل جلاله با قدرت کامله خود همینطور سبز خورم برای همیشه بهار است دیگه. آه این چی فایده داره از این مردم محل استفاده میکنن؟ میشه در رابطه فایده هایش بگوی چی فایده داره و فایده از این مردم های محل با ارتباط از این که کسایی بله که کم بادگین می باشه یعنی با اصطلاح عامیانه بله باز از این چای میکنه چای از این رو میخوره دوستای عزیز دردش میگه. بله خب دوستای عزیز آهسته آهسته به محل هدف رسیدیم و شما تماشا کنین دوستای عزیز موتر گروه زمین معلوم میشه که چقدر از ما دورتر است و ما کو به کو قله به قله ایجا خود رساندیم. خب دوستان عزیز حال از همکار محلی خود پرسان میکنیم که به داخل از این مغاره چند بار آمدن و نام از این مغاره چی است و چی خاطرات از این مغاره دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. این مغاره در پیش مردم محل به نام کره عقبایی یاد میشه. کره عقبایی واقعا نام زیبایی است. و وقتی که ما با آمدن از اینجا اقدام کردیم یک کسی یک پهلوان به نام سرور خان قبل از 45 سال ایجا داخل شده بود او با ما جریان قصه می کرد. ما بچه های خرد بودیم ما همی تو گپای ازی خوش ما می آمد. با همون ساز یک کسی از دوست های ما به مرض شب کودک دوچار شد. او برای ما گفته بود که ایجا خپاش است. او خپاش های ایجا بیخی زیاد است. او برای ما همی گپه گفته بود خپاش که در پیش مردم محل به نام شاپرک چرمی یاد میشه. شاپرک چرمی دوست عزیز بسیار زیباست. او شاپرک های چرمی در این مغاره است. در این مغاره خیلی زیاد شاپرک چرمی با اصطلاح عوام ما داخل از این مغاره شدیم. اینجا دیدیم که از این خیلی تعدادی زیاد است. از بس که اینجا تاریک است ما یک گیس همراه خود برده بودیم. گیس برده بودیم وقتی که رفتیم از این شاپرک چرمی بگیریم و پیش روی خود بسیار آثارا و بسیار معلای را دیدیم که توسط زاغنول کنده شده است. غارات چهار طرف که رفتیم غارات جور شده است. در جای زبط رفتیم در جای به طرف به اصطلاح نظامی به پلو خزک و به خمخم رفتیم. جای هم پیدا شد که روشنی بر قدسی ما در ارتفاع از او نرسید. تقریبا در اولا که می رفتیم 3 ساعت 2.5 ساعت را می رفتیم در حالت نابلدی. وقتی که یک ذره راه را بلد شدیم تقریبا در 1 ساعت می رسیدیم. در اوایل مشکل بود. در اوایل مشکل بود با راه را که بلد شدیم بر ما یک ذره سهولت پیدا شد. دیگر توسط پوسله یا قطنما می رفتیم به خاطر اینکه در کدام مسیر دیگر رو برو نشیم.
از تا یک مدتی به طرف غرب می رفتیم که یعنی به طرف قبله، باز به طرف شرق می گشتیم. بالاخره در تحت از این که آخر شد سه آب زیاب پیدا شد که تقریبا به حساب متر مکعب سه در سه. یک آب بسیار تصفیه که در خود سنگ زینه کندگی توسط زاخنول تا چهار زینه را هم خود دیدیم. عمقی از این بر ما معلوم شد که بیشتر از سنگ هم ننداختیم، سنگ بسیار به دیری در زمین میرسید. خب دوستای عزیز، این معلومات که همکار محلی برنامه زمین برتان داد، این چیزهایی که برتان گفت، این را حال شما دوستای عزیز در تصویر میبینین و ما هم در تپ تلاش عزیزیم که این صحبت هایی که از همکار محلی خود شنیدیم ببینیم که چی چیزهایی هستیجا و چی چیزها را ما میتونیم به شما با تصویر بکشیم. خب دوستای عزیز، این نخ میبینین، نخ هم با خود گرفتیم، برخی دیسی هم با ماست، همکار محلی ما پیش میشه و ما با دنبالش. آیسته آیسته ببینیم دوستای عزیز، کاش که این جنر ما همراه با میبود و در رابطه با این سنگا دوستای عزیز با ما معلومات میدادن. دیگه ما پیش میشه دوستای عزیز، همکار محلی ما پیش است و ما هم به دنبالشان آیسته آیسته میریم. دوستای عزیز ببینید که بسیار جالب است رفتن با اینجا، باید اتو خود پایان بکنیم. دوستای عزیز بسیار مشکل است، آیا فکر میکنین این رفته که ما به زیر زمین به زیر کوهای بسیار بلند میریم برگشت داره یا نه؟ توکل ما به خدا دوستای عزیز تا بتانیم به شما برنامه زیبای جالب تهیه بکنیم. دوستای عزیز، همکار تخنیکی ما هم آهسته آهسته میاد. آمدیم، بسیار زیباست دوستای عزیز، بسیار جالب است. آیا گاهی فکر کرده بودین دوستای عزیز که به زیر یک کوه، به زیر یک کوه بلند همچون راهی باشه، همچون مغاره باشه؟ کار طبیعت است، زیبایی خدا داره طبیعت، طبیعت صرافتکار است، کارهای خداوند است. ببینیم که ما از این غار امید بر آمدن نداریم و یا خیر، امید ما به خدا. غار حفره‌ای نسبتاً بزرگ بر روی زمین یا در زیر آن می باشد که در زمین دهانه یا مدخلی دارد. غارها به دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شود. دوستای عزیز ببینین چی سنگای زیبا، ما سنگا را دوستای عزیز دیده بودیم، سنگایی که در زمین بود و سنگایی که سر کوه بود. اما آیا دوستای عزیز سنگای زیر کوه را دیده بودین؟ سنگایی که به درون کوه باشه؟ اگر آل انجینر امامی بود، انجینر گروه زمین می بود، حتما در رابطه با هر یه سنگ برتان معلومات میداد. این سنگ دوستای عزیز ببینین که پارچه شده، امکانش هست که بافته، پس باید آهسته آهسته بریم که سنگا بالای ما نرفته. خب همکار محلی ما میگه که این راه کجا رفته دوستای عزیز؟ بسیار جالب هست، زمین دیگه او طرف هم زیر قسمت. چقدر جالب است دوستای عزیز، ببینین این مغاره که ما میهیم، ما حرکت به پایانش داریم و این هم راه به بالاست. خب دوستای عزیز ببینین که طبیعت چقدر ظرافتکار است و این سنگایی که شما میبینین دوستای عزیز دهی این بغل و بغل سنگای بسیار صخره های بزرگی از سنگ اینجا قائم شدن. امکان ازی است که به مرور زمان پایین بفته و همکار محلی ما پیش است و ما معلومات میده در رابطه به این مغاره که چی چیزهای دیگر در این مغاره ما خواد دیدیم و چقدر به این مغاره تا بال آمدن همکار محلی. تا حال که ما شهنگ را میریم آب درک نداره خوش کرد، بعد اینجا اون طرف اما رطوبت و نمی آبش. بله بله. دوستان عزیز هنوز ما به آب نرسیدیم و در تلاش عزیزیم که آب را ببینیم. واقعی هم دوستان عزیز طبیعت دیگه اینجا بالا را نگاه کن. دوستان عزیز ببینیم که این همکار محلی ما یک جای دیگر هم به ما نشان دادن که این هم دوستای عزیز مغاره است. این هم مانو بالا ارتباط داره. این هم مغاره است دوستای عزیز که به طرف بالا میره و اینجا هم سنگایی است که به مرور زمان پایین آمده و امکان از این است که دیگر هم پایین تر بیاید. دوستای عزیز ما در قسمت رطوبت رسیدیم. دوستای عزیز به گفته همکار محلی در قسمت رطوبت رسیدیم. دوستای عزیز شما دیدین که همکار معلی ما پیش شد، واقعا مثال ترسناک است دوستای عزیز.
اگر شما به جای من می بودین بسیار می ترسیدین. آه مادر جان بسیار، چون دوستای عزیز من همیشه طبیعت دوست دارم، همیشه طبیعت کشور خود دوست دارم. باید این منزله را طی بکنم، ببینیم که به کجا می رسیم دوستای عزیز. دوستای عزیز جا باید بسیار خود پایان بگیریم به خاطر که سر ما به سنگا نخوره. آه دوستای عزیز سنگا را ببینین چقدر زیباست. دوستای عزیز ببینین و ایجا هم دوستای عزیز معلوم میشه که مغاره دیگه است. آه دوستای عزیز بند شده سنگا آمده. آه بسیار خطرناک است دوستای عزیز، بسیار جای مشکل است. چقدر حتما کوشش بکنین دوستای عزیز که از این مغاره دیدن بکنین. اگر نمیتونین در تصویر و در برنامه زمینی که ما طبیعت زیبای افغانستان را به شما به تصویر میکشیم شما تماشا میکنین و میبینین. حال همکار معلی با به ما میگه که بارای کجا آمده بود، کدام سالا بود و چی خاطرات از ایجه داشت بغیر از اینکه ایجه آب است. دیگر چی چیزا در این مغاره دیده میشه؟ وقتی که ما ایجا آمدیم تقریبا سال 74 و همین وقتا بود. بدون از این که آب باشه ایجا گله که ظرف سفالی درست میکنن از اون هم آمده هست بیرن. حالا انشالله میریم اون هم از نزدیک مشاهده میکنیم. در این غارها خردسنگ‌های اطراف به طور آراسته طبقه بندی نشده و اغلب روی لبه ریزش قرار دارد و هر لحظه امکان فرو افتادن آنها می رود. غار دارای بادگیر و هواکش‌های مخفی بشمار است که هوای خارج به شدت از آنها داخل غار می شود و بدین سبب هوای آن خیلی سرد بوده و همین امر باعث می گردد که آب‌های موجود در غار بسیار سرد بوده و یا به حالت انجماد در آمده و یخ می زند. دوستان عزیز ببینه که یک چیز بسیار زیبا را من اینجا ببینم. این چی هست همکار معلی میشه با ما بگی؟ اینمیش که میگفتم آه دوستان عزیز بسیار خطرناک است. خپاش است. خپاش به زبان مردم پنشیر و به زبان ما شاپرک چرمی. دوستان عزیز شاپرک چرمی را شنیده بودم نهیده بودم. بسیار سیفاز دوستان عزیز. الله دوستان عزیز روشنی بعد میبره از خاطر آفتابی رژیم شب پرواز میکنه. خپاش شب پرواز میکنه و از روشنی بعد میبره به ما خود ما سیمه نمیرسه. ما چیز کار نداره از نور بعد میبره. آه دوستان از نور بعد میبره. ما باید نور خاموش کنیم. احتمال میره که ما و شما بریم جای خود تغییر بده. آه دوستان عزیز ما بسیار شد میترسم. اگر شما هم به جای من میبودین ده تو یک مغاره بسیار خطرناک از این چیزا دوستان عزیز میترسیدین. اما کار طبیعت است، طبیعت ظرافت کاری های خود داره. ببینین شاپرک چرمی را ما تا بال از نزدیک نهیده بودم دوستان عزیز. آهسته آهسته میریم به پایان. اونجا بسیار زیاد شب شما نشان خود دادیم دوستان عزیز و اطواری که برنامه زمین را سعی میکنه بسیار لذت میبره دوستان عزیز. شاپرک چرمی را بسیار دوست دارن دوستان عزیز و بسیار شاپرک های چرمی زیاد را به شما نشان خود دادیم. اینجا باید دوستا عزیز خود پایان بکنیم تا بریم و همکار تکنیکی ما هم تصاویر بسیار زیبایی را به شما میگیره و شما تصاویر زیبایی را تماشا میکنید. دوستا عزیز ببینید که ما در چه جای زیبایی آمدیم. دوستا عزیز واقعا زیباست. دوستا عزیز از تصور بالاست، بسیار جای خطرناک است. مغاره که دوستا عزیز من تا به حال فکر نمیکردم به اینطور یک مغاره ما آمدیم و بیاییم. اینجا را دوستا عزیز شما نگاه بکنید. آه بسیار راه های دیگری هم از دوستا عزیز که به تمام کوه های پنشیر به درهای پنشیری مغاره را داره و این سنگ ها را دوستا عزیز ببینید. ای کاش دوستا عزیز انجینر برنامه زمین با ما می بود در رابطه به هر سنگی که اینجا هست به شما معلومات میداد. واقعا سنگ های زیبا، واقعا جاهای زیبا. ما دوستا عزیز واو این سنگ چقدر تیز است دوستا عزیز. اگر هم کار تکنیکی اینجا تصادم بکنه حتما افکار میشه. دوستا عزیز میگه بدون زحمت راحت نیست. واو دوستا عزیز ببینید که من از این بالا شما را تماشا میکنم. واقعا زیباست دوستا عزیز. این سنگ ببینین دوستا عزیز من باید احتیاط بکنم. دوستا عزیز میبینین اگر یک اشتباه میکردم امکان از این بود که این سنگ ها پایان بره و به همکار تکنیکی ما صدمه برسانه. این سنگی که دوستا عزیز میبینین این بغل از صخره های سنگ و این بغل از صحرای سنگ که به مرور زمان خود شکستاندن و پایان آمدن این مثل یک پل قرار گرفته دوستا عزیز. از این مغاره
از این طبیعت زیبای خداوندی که به ما ساخته، ما باید فرض ماست که از این نگهداری بکنیم تا نگذاریم دهن از این مغاره بسته شود. اینجا هم سنگای زیبایی دیده میشه دوست عزیز. ببینین شما فکر میکنین که این کس ساخته امانه؟ واو دوست عزیز، اینجا یک چیز بسیار تاریک بالو میشه، یک چیز کسی ها همکار محلی میشه. به ما بگی این هم شاپرک چرمی چا کنم چیز نگر؟ شاپرک چرمی سی از روشنایی از نور بعد میبره که خودم کنجل گرفت از تر سر دوست عزیز. ببینین چه قدار زیباست و همکار تکنیکی ما به شما تاثیر میگره. دوست عزیز شما در مکتب به یادتان میاد که ما دوست عزیز چی را میگرفتیم؟ ورقا را میگرفتیم، گل لاله جور میکردیم. دوست عزیز شما باور بکنین شکل همون گل لاله که ما جور میکردیم شاپرک چرمی بسیار زیباست دوست عزیز. خب دوست عزیز ما هم کوشش میکنیم که به این شاپرک زیبای چرمی آسیب نرسانیم. واقعا زیباست دوست عزیز، ببینین کارهای خداوند است. همون رقم که ما را پیدا کرده و به ما نفس داده، دست داده، پا داده تا ما زندگی بکنیم، این شاپرک ببینین به این زیر کود دوست عزیز، به این مغاره بسیار بزرگ و طولانی که چقدر دیگه ما باید بریم، چقدر زیباست دوست عزیز. کارهای طبیعت است که شاپرک جی از دوست عزیز، شاپرک نیست که از بیرون آمده باشه، این شاپرک است که همیشه از شاپرک چرمی دوست عزیز. ما هم کوشش میکنیم که به این آسیب نرسه. خب دوست عزیز همکار محلی ما اینجا پیش هستن و اینجا سنگا کم کم تر معلوم میشه دوست عزیز. بخیالم که باب نزدیک شدیم. چطور همکار محلی؟ نزدیک شدیم دوست عزیز، باب نزدیک شدیم، خوشکر سپری کردیم و باب رساندیم. خدا آهسته آهسته میریم.